موشکاف. سلام علیکم، امشب بنده موشکاف میخوام پابا بکنم تو کفش ادبا. میخوام ببینم این ریشه واژه دلواپس چیه. آخه هر کی رو تو این نظام آشولاش ولی فقی میبینی حب دلواپسی انداخته بالا و هی میگه دلواپسیم دلواپسیم. مثلا یارو قاطران از یابوهای باند خامنه‌ای تو استبل مجلس دلواپس سایت های پلم شده عظما و سانتریفیوژ های کپک زده است. و ما به حق دلواپسیم. در خصوص مذاکرات هسته‌ای به عنوان نماینده مردم اعلام میکنم که اکثریت قریب به اتفاق مردم نمایندگان مردم در جریان جزئیات مذاکرات نیستند و ما به حق دلواپسیم و اعلام می‌داریم هر توافقی که منجر به محدود کردن حق غنی‌سازی و سطح غنی‌سازی و یا به فراتر از مقولات هسته‌ای برود از نظر ما مردود است و مجلس در زمان خود به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. از اون طرف پیر مؤذن که از خاطرخواه‌های کوسه تو مجلسه دلواپس ترکیدن انبار باروت و پریشون شدن عمامه آخونداست. دلواپسی های من از کسرت بیکاری، کرانی، فقر، آسیب های اجتماعی، افزایش فاصله طبقاتی، بحران های زیست محیطی، اهانت و حاشیه سازی برای رئیس جمهور و پاشیدن بذر یأس به جامعه توسط مخالفان جناحی دولت و کم توجهی به صنعت و وجود نظام بانجی سوداگر ضد تولید است که اهداف انقلاب اسلامی را مختل کرده است. از همه اینا دلواپس‌تر این یارو کوچکوفه که قلاد ملاده رو پاره کرده و کارش از دلواپسی به گاز گرفتن دوم کوسه و دنبالچه‌هاش مثل ظریف کشیده. طرف خودش داره از ترس قبض رو میشه، بعد عربده میکشه که ملت رو نترسونید نترسونید. امروز هر کس را دیدید که در جامعه مردم را میترساند با هر غلطی. یکی میگوید با یک بمب همه ما را از کار میاندازد، یکی میگوید جیب ملت خالی است، یکی میگوید اگر بنای بر تعامل است ما خوشبینی. من احساس میکنم که اصل انقلاب در معرض تحریف است. نظام مقتدر منسجم ام القرازه رو باش، خودشون میخوان علیه خودشون کودتا کنن. اما این جماعت دلواپس همونایی هم که پس پریروز گله‌ای ریختن تو خیابون و تظاهرات هم به راه انداختن تا جایی که برق‌پاره‌های باند اکبر کوسه زدن به سیم آخر و با مته قرولند افتادن به جون قایق نظام. در حالی که سنوف برای بیان مسائل صنفی خود قادر به اخذ مجوز تجمع صنفی و قانونی نیستند، ولی یاران دلواپس برای نقد سیاست‌های هسته‌ای و حتی شعار علیه دولت به راحتی قادر به برگزاری همایش و مانور خیابانی می باشند. چی؟ فتنه؟ اردوکشی خیابونی؟ وای 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 وای. اردوکشی خیابانی. وسط این اردوکشی خیابونی دلواپسا یه لرزونکی به نام علی لاریجانی پیدا شده که دلواپس جرخوردگی عبای ولایته و تو این هیروویر روزه همگرایی میخونه. یک همگرایی در کشور هست، چون شما در شرایط عادی نیستید، یه مساف بیرونی دارید، یه مشکلات درونی دارید. حاشیه پردازی در شرایط فعلی کشور از سر سیری مگه رخ بده برای کسی؟ و یعنی کسی ببینه این مشکلاتی که مردم دارن نمیتونه خیلی به حاشیه پردازی. آقا بنده موشکاف بعد از نگاهی گذرا به این مسابقه دریدن و استخون جویدن تو نظام ولایت فقیه، یواش یواش دارم معنی دلواپسی رو میفهمم. دل به علاوه واپس، یعنی از وقتی عظما
اتو اتمی همچی به فهمی نفهمی داره واپس میتمرگه، دل همه ی اوباش حکومتی شروع کرده به توپتا. اما اینو از بنده موشکاف داشته باشی بابا، کم دل واپسی، کم دل شوره داری، انبار بارود که منفجر بشه اون وقت معنی دل واپسی رو بهتر میفهمید، مگه نه جوونا؟